با ادامه بنبست در مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان طالبان را عامل این بنبست می خواند. آقای دانش همچنان می گوید که گروه طالبان با زنان و پیروان سایر مذاهب نیز به گونه تبعیض آمیز برخورد می کند. هیئت طالبان امروز اصرار دارند که موافقت نامه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشه. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار همیشگی آنها بود شانه خالی میکنند و نمیدانیم که اونها. از سوی دیگر محمد محقق از رهبران و فرماندهان جهادی میگوید که طالبان نباید بر اساس قرار گرفتن موافقتنامه در مذاکرات صلح تاکید کنند که مردم و حکومت افغانستان در آن سهیم نبودند. چطور میتونه ما در یک مذاکرات بریم که در اونجا ما نیستیم و ما در اونجا ناده گرفته بشیم؟ هویت ما، مذهب ما و ارزش های ما در اونجا ملاک اعتبار نباشه. گروه طالبان تا کنون درباره این اختلافات چیزی نگفتند، اما برخی از چهره های نزدیک به این گروه میگویند که طالبان در توافق با امریکا شریعت را رعایت کردند. طالبان وایی که ملتان نامه در شریعت تلاری خلاصه کرده و آقام یو شریعت طریقه پاقی که سنجوالی و پاقی که مرات کرده. در این میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هنوز هم امیدواری ها برای پایان اختلافات وجود دارد، اما برای موفقیت روند صلح دو طرف باید همدیگر را بپذیرند. به گذشته بر نگرد و با آینده بهتر ببینیم و با فکرهای بسیار متفاوت، نظریات بسیار متفاوت در یک وطن واحد با هم زندگی کنیم و یک دیگه خود بپذیریم. بدون از این امکان ندارد و ای در وقت شده میتانه که باز خواستهای شخصی و مسائل شخصی جلو رای ما را نگیره. با این حال برخی از منابع از قطر میگویند که از حدود دو هفته بدین سو مذاکرات صلح با بنبست کامل روبرو شده است و دو طرف هیچ نشستی با هم دیگر نداشتند. عدم تحرک زمینه را مساعد میسازه برای ازی که کشورهای زیدخل خارجی رای حل خود تحمیل کنند سر افغانستان. حال در چنین اوضاع محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که ادعای جهاد پایان یافته است و عدم پذیرش آتش بس از سوی گروه طالبان نیز در مخالفت با اصول شریعت قرار دارد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.